به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. خودمحوری باعث میشه که نظرات دیگران رو نشنویم و به نظرات خودمون بچسبیم. توی کارهای گروهی خودرأیی باعث اختلاف و جدایی خواهد شد. ما توی مسابقه تمرین میکنیم خودرأیی رو کنار بذاریم و گروهی تصمیم بگیریم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدید. بینندگان عزیز، 10 نفر از برترین های فصل هفتم یک قدم مانده تا فینال. دور معارفه را آغاز میکنیم. 15 ثانیه بدون چالش. شماره 1 بفرمایید. سلام دوستان، سجاد هستم از آمول. خیلی خوشحالم که به اینجا رسیدم. توی جمع بهترین بازیکن، امیدوارم بهترینتون رو به نمایش بذارید. ببین، شهروند این بازی رو قطعا باید ببره. آقای رامین، آقای رامتین و آقای آروین مافیاهای بازیتونن. سلام دوستان، مهران هستم. شما همون نوبت معارفه استرست داره بیداد میکنه. شماره 1 بین شماره 1 و 6 قطعا یه مافیا در میاد. بفرمایید. شاهدان در شروع هر گفتار ذکر و تسبیح حضرت دادار. عرض ادب و مهر دوستان، افتخار میکنم در خدمتتون هستم تو مرحله نیمه نهایی. دوستان، من حمید رضا و آقای آروین رو مافیا میبینم و آقا مهران که هیچ صحبتی درباره هیچ کی نداره، یعنی منتظر یک نفر چیزی بگه بخواد اون رو مافیا کنه، رو هم مافیا میبینم. متشکرم. بفرمایید. سلام دوستان، رامین بازیتون هستم. شماره 1، شماره 3، شماره 4، شماره 8 و شماره 10. ما 3 مافیامون از بین این 5 دوست پیدا میشن. بقیه دوستان از نظر من شهروندی تا بچرخه ببینیم چه جوری میچرخیم. رامین خودت هم گفتی آره؟ 4. شماره 1، شماره 3، شماره 5، شماره 8 و شماره 10. حفظ کردم. 4 هم گفتی. بله. ان شاء الله در میاد. بفرمایید. سلام دوستان، رامتین هستم. ببین آقای رامین، شما الان فرقی نداره، اتهام نزدی اصلا. انگار شما اتهام نزدی. 5 نفر انتخاب کردی، انگار شما اتهام نزدی. خب این باشه برای شما به شدت مشکوک. شماره 2 هم یکی از اتهام من و آقای عطابک. بچرخ. خب سلام دوستان، آروین هستم. خیلی خوشحالم دارم توی مرحله نیمه نهایی در کنار شما دوستان بازی میکنم. این از بین آقای سجاد، آقای مهران، آقای رامتین به قصد 2 تا هست. بنده این ضمانت رو به شما میدم. با آقای حمید رضا هم یه کمی مشکوکم. بچرخه حالا دوستان. بفرمایید. سلام دوستان، عطابک هستم. خیلی خوشحالم از اینکه توی این جمع بازی میکنم. انشالله که بازی جذابی رو داشته باشیم و چیزای زیادی ازتون یاد بگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم. من آقای شماره 2 و آقای شماره 4 رو مشکوک میبینم. پاس. بعدی. سلام دوستان، ایرج بازی هستم. شماره 1 پا میشه 3 تا اتهامی که آماده کرده از قبل و میزنه با استرس و سری میشینه و شماره 4-5-6 تا اتهام میزنه. بالاخره مافیات کیه؟ آماده کرده، بعد ازش سوال میکنن، دوباره حفظی همه رو میگه. شماره 4 مافیا. بفرمایید. خب الهی به توکل نام اعظم. سلام دوستان، یاشارم از مشهد. خیلی خوشحالم که تو این مرحله هم دارم باهاتون بازی میکنم، چیزای جدید یاد میگیرم. نه اتفاقا من شماره 1 رو شهروند میبینم، شما رو هم شهروند میبینم. لطفا شماره 1 رو بیخیال شو. با آقای عطابک به شدت رو 2-4 موافقم. آقای شماره 4 خودشم. بفرمایید. خب به نام مناسب ترین واژه ها به رسم ادب و محبت، به نام خدا، حمید رضا بازی هستم. امیدوارم بازی خوبی باشه دوستان. بالاخره توی مرحله نیمه نهایی هستیم. نهایی شماره 8، شما به 2 طرف بازی میزنی، فعلا برای من مشکوک. آیا رامین استرست عجیب غریبه، ولی خب فعلا مشکوک. ناراحت نشو، میدونم بهت بر میخوره. برای من آیه شماره 3 هم مشکوک. دوستان عزیزم، شرکت کننده های محترم، فرض کنین که جلوی دوربین قرار نگرفتین، بهترین بازی خودتون رو ارائه بدین و دنبال امتیاز گرفتن و اینها نباشین. جای درستی هستین و انتظار ازتون بالاست. با آرزوی دیدن یک رقابت جذاب، با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. مذاکره کننده مافیای ساده معرفی میکنم. رئیس مافیا، مذاکره کننده مافیای ساده. 10 ثانیه فرصت مشورت.
گروه مافیا بخوابن. کارگاه بخوابه. پزشک بخوابه. خبرنگار بخوابه. زره پوش بخوابه. تکتیرانداز تکتیراندازم بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. با شرکت کننده ها بیشتر آشنا میشیم. مروری خواهیم داشت بر نقشاشون و خیلی زود برمیگردیم خدمتتون. یک دور صحبت میکنیم 25 ثانیه با چالش از شماره یک بفرمایید. چالش دوستان، آقای رامین بعد از من صحبت کنید. خب آقای رامین، مافیا تا اون 5 تا پیدا کردی دیشب؟ آقای رامین مافیای بازی هستن. شما حرفت شهروندی بود، ولی اونجایی که گفتی با آقای عطابک موافقی دو چارو، خب چرا باید ارجاع بدی بهشون؟ اتهامای خودتن باید بهشون اتهام بزنی. اینجا مشکوک. از شماره 5 میام پایین، اما از آروین نه. آروین خیلی استرس داره. من خودم استرس دارم، ولی خب ماش همیشه همینم. تو همیشه همین نیستی. آروینم مافیای. آفرین، از شماره 5 خوب اومدی پایین. شماره 5 به قط مافیا، بین 2 و 1 یه مافیا داریم. ایرج هم میشه مافیا سوم من. به دوستان، من 3 تا مافیا دارم. امروز شماره 5 باش خدافظی میکنیم، سناریوی شبمه. ولی وقتی این سری خوندن شهرمند، همتون پشت دست من بازی میکنید. شماره 5 خدا نگهدار که بلند میشه رو موج بقیه. برای من موج میسازی دوست عزیز. بفرمایید. چالش باز شماره 9 صحبت. دوستان اولین نکته، آقای شماره 10 خیلی نرم اتهام زد، گفت حالا فعلا بهت یه اتهامی هم میزنم، اینطوری صحبت کرد. و آقای شماره 3 و 8 چی از صحبت شماره 1 در مورد من دیدین که تایید نشون میدین؟ آقا گیریم من مافیا مگه دیدم که آقای عطابک شهرونده که میگی با آقای عطابک موافقم؟ شما تا سری تاییدتون میاد وسط، ولی بازم برام شهروندی. ولی شماره 3 برام مشکوکه، شماره 1 هم شهروندمه. ببین دوست عزیز، شماره 4 من بلند شدم ایشونو کوبیدم، از روز معارفه ایشونو کوبیدم با شماره 6. شما ایشونو منو توی یه تیم قرار میدی، میگی شماره 1 و 2 مافیا. به نظر من شما هم شماره 4، شما به قطع میتونی مافیای بازی باشی. بفهمید بچا. آقا شماره 9 داره فرافکنی میکنه، ایشون یه تارگت خورده از اون وسط سری پا میشه جواب میده. شما تارگت اتهامای ایشونو اتهام میزنی که فردا بگی این آقا اتهام زده. شما به قد مافیا بازی. بچا چقدر سجاد شهرونده، واقعا دمش گرم. ببین در مرحله اول من مشروع صحبت های رامتین رو یک بار دیگه برای شما میگم. بچا ببین، از بین ما 10 نفر 3 تا مافیا در میاد. نه بابا، احسنت. بچا ببین این یه نفر، بعدی یاشاره. ببین یاشار استقلال نظر نداره، یعنی تو حتما باید با عطابک موافق باشی درباره این دوتا. خودت به تنهایی قابلیت این رو نداری که با این دو نفر موافق باشی. یاشار اولین گزینه‌ایه که بسیار مشکوکه. بعد اصلا ببین، شما ذهنت انعطاف پذیرش یه اتهام رو هم نداره. یعنی بابا ببین، این آقا مافیاست داره بهت میزنه دیگه. 2 دقیقه واسه ببین دوتا یارش کجان. یعنی هم همونجا که اتهام می‌خوره چالش رو میگیره که توضیح بده. چالش رو میگیره. اجازه بدین مشروع صحبت های رامتین را یا رامین من عذرخواهی میکنم. بله بفرمایید. چالش برای عطابک، ایشون استقلال نظر نداره، پرسپولیس نظر داره. خب شماره 2 قربونت برم مافیا میشی چشات این شکلی میشه. شماره 2 و 5 من امروز گردن میگیرم، هر دو دوستو بیارید بالا، از توشون گل در میاد. ببین این سری دیگه میخوام گل بزنم، نمیخوام فول بزنم. این دو دوست به قط مافیا بازی. من که شما دو تا رو کردم توی استاد، گفتم بین شما دو تا یکی در میاد. تو چرا بلند شدی گفتی منو آرنولدو کجا میبرید؟ سلطان گرد خیلی خوب. رامین جان تا شمال هم بگی باید میام. 2 و 5 که چیزی نیست. ممنونم از اینکه رامین رو واسه ما شهروند کردی. این آقا از اول بازی دنبال کار تیمیه، بعید نیستش که این حرف رو بزنه. آقای رامین شما گردن میگیری، گردن درد نگیری، دارید از روی ایشون هم میزنی. شماره 2 شماره 5 تارگت، اتهامت به من چی شد؟ شما که میگفتی به قد من مافیای بازیم، فقط شماره 9 بفرمایید، بعدش هم شماره 4.
ببین دوستان، آقای رامین قبول کرده که مافیاست. ضمیر ناخودآگاهش میدونه که من شهروندم. بلند میشه میگه وقتی آقای رامتین رفت بیرون شهرونده بازی بود، اون موقع همه پشت دست من بازی میکنید. شما باید بگی رامتین مافیا بازی بود. ببین الان داری بنده و آقای مهران میکنی توی تیم. تنها تارگت من دیروز آقای مهران بود. تنها اتهام آقای مهران بوده. الان شما دو تا ما رو میکنید توی تیم. آقای رامین یک مافیا، آقای یاشار میتونه مافیا باشه. بین آقای عطابک و حمید رضا یک مافیا دارید. چون چالش برای آقای رامین بعد بنده صحبت کنیم. ببین آقای مهران توی روز معارفه به اتهام دوستان همه جوره موافقت نشون میده. شما چجوری دوستان رو شهر میدونید که به اتهامشون لایک نشون میدید، موافقت نشون میدید؟ این از آقای مهران. این استاد همین استدلال برای استاد یاشار هم صدق میکنه. ببین شما آقای عطابک رو توی ذهنت شهروند فرض کنی، بعد بیای به اتهاماش اتهام بزنی. اوکی، من به دوتای شما امروز رای میدم، ببینیم چی میشه. آقای رامین بفرمایید. خب عزیز دلم، روز معارفه بهش اتهام زدی، بعد از اینکه دیدیش چرا دیگه بهش اتهام نزدی؟ ها خب مافیای با خدا نگهدار، ضمیر ناخودآگاه خداگاه چیه میاری وسط؟ شماره 2 شماره 5 به قط مافیای بازیان. هر دو دوستو گردن میگیرم، 119 کیلو هم میتونم جفتشون رو هندل کنم. چالش هم مال ایشون بعد از صحبتام یا قبل؟ بفهم. ببین 2-5 جفت مافیان میدونی چرا؟ جفت میگن روز معارفه که ما هنوز یارامون رو ندیده بودیم، نمیدونیم کی شهروند بوده کی مافیا. شماره 2 میگه چرا هم به من اتهام میزنی هم به 1. شماره 5 میگه چرا هم به من اتهام میزنی هم به 2. اتهام خود به 2 چی شد؟ جفت مافیا. ببین شماره 5، شما که قطعا مافیایی به نظر من، رامین اشتباه نمیگه، بلند شدی داری واسهش توضیح میدی که چرا برای منو مافیا میبینی. حالا اون آقا اشتباها تو صحبتش گفته شهروند. این اگه کرگیری نیست، کرگیری چیه؟ من بلد نیستم، بهم آموزش بدی. شماره 5 قطعا مافیای بازیه. شماره 2 رو من بهش مشکوکم. من یاشار رو مافیا نمیبینم. ادله هاتون کافی نیست. شماره 2 رو، شماره 9 رو فعلا میتونم شهر بازی ببینم. علی که مشارکت نمیکنه یه مقدار واسم مشکوکه. چالش هم برای شماره 3 قبل صبح. خیلی خب، شما یاشار مافیا نمیبینید دیگه. ببین چالشی که عطابک سوزون هم دقیقاً صحبتش همین بود، یعنی هیچ اطلاعاتی به ما نداد، گفت بچا فقط یاشار شهرونده. الان هم یه سری صحبت ها کرد، ته صحبتش نتیجه گیریش چی بود؟ یاشار شهرونده. خب ما یاشار رو میگیریم، شهروند بود، بعد میام شما رو میگیریم، ولی یاشار بچا شهرونده است. یاشار رو بگیرید، من فردا روز اگر 1% هم شهروند بود جواب پس میدم به شما. ببین دوستان، چالش هم دادم. ببینید دوستان، من شماره چند شماره 9 هدف میزنم، پشت سر هم داره از روش هم زده میشه، بعد آقای شماره 9 چالش میگیره، هدفهای شماره 4 رو هدف میزنه، زن میزنه، چالش میگیره، یا نوبتش هدفهای شماره 7 رو زن میزنه. شما داری موج سواری میکنی، خدا نگهدار. منم چالشم برای شماره 1 چون کسی بشه، ولی اول خودم. ببین خجالت بکشین، مرحله نیمه نهایی چی از روز اول تک اتهامی رو منی؟ من دستم برای چالش اینجا بود از قبل از اینکه آقای رامین صحبت کنه. میگی حرفای رامین رو تکرار میکنی؟ آقای عطابک اتهام زده به آقای شماره 5، تو میگی عطابک تنها حرفش این بود که یاشار شهرونده. بابا اگه شهروندیم ول کنین منو. شماره 5 خودش داره میگه روز اول به 2 اتهام زدم، روز بعد اتهام نمیزنه. نمیفهمی؟ بابا دنده عقب بگیر دیگه، از روز اول یاشار یاشار. بفرمایید. چالش دارم من. ببین دوستان، من میخوام یه همی بزنم. آقا شما که میگی آقا یاشار شهروند نیست، اون دوتا که ازش مافیاتر میشن دارن حمایتش میکنن. آقا یاشار میشه شهروندی که عطابک و رامین پشتش قایم بشن. نه اینجوری نیست، شما مافیایی و آقای آروینی که اصلا اسمش نمیاد. بس شما به من اتهام نزدی، میگی به شما دوتا رأی میدم تا من دیسلایک هم میاد. عدم تایید. عدم تایید هم میاد. آقای شماره 5 بفرمایید شما بعدش. به آقای رامین به قط مافیای بازی هم میدونه بنده شهروندم و هم آقای مهران میخواد دو جفت بیاره دفاعی. مثلا آقای مهران رفیرون فردا بودنشه بگه رامتین مافیاست. به آقای رامین یک مافیا. آقای عطابک شما از کجا میدونی آقای رامین شهرونده بازیه؟ شما از کجا؟ آقای عطابک یک مافیا. آقای یاشارم به نظر من میتونه مافیا باشه. امروز با رامین خداحافظی میکنی. دوستان ببینید، بنده ذهنم خیلی داره به هم میریزه. ببینید توی بازی مافیا میگن یک شهروند بد خیلی خطرناکتر از یک مافیای قویه. آقای ایرج، من هیچی از نقش شما نمیدونم، ولی حس میکنم شما داری هر دو طرف بازی میزنی. آیا رامتین شما راجع به نقش آقای مهران چی میدونی که به اون دقیقا دلیل آقای رامین رو میکوبید؟ خب اینم برای من زد و نقیزه. من باید چی کار بکنم توی این بازی؟ آقای ایرج که هم به قشنگ هم به یاشار میزنه، همون بر میزنه، بعدا پا میشه فقط یاشار رو میکوبه. بفرمایید، میریم سراغ رأی‌گیری برای سجاد. مهران، علی، رامین،
رامتین، آروین، اتابک، ایرج، یاشار، حمید رضا. این دوستان من شهر بازیم، این آقا که بلند میشه میگه من فردا گرن میگیرم، عمرم فردا گرن نمیگیره، میگه گرنگیرم خراب شده. ایش شما به قطع روز بعد رسوا میشید. من شهربند بازی بودم، من شهر بازیم، رأی ندید به من. همین بفرمایید. این دوستان من اصلا نباید اینجا تو دفاعیه باشم، از خودتون خجالت بکشید، لباتون رو گاز بگیرید، روز بعدی به شماره 5 رأی بدید، باهاش خدافظی کنید. شماره 2 شما بلند میشی تو دفاعیت میگه اگه شهروند باشی من راستون شما به 5 رأی بدید. بفرمایید. بچه‌ها چند لحظه توجه بکنید. ببین من آقای شماره 5 رو الان شهروند میبینم. اولا اینکه توی چالش آخری که گرفت اصلا از خودش دفاع نکرد و داشت هدف میزد. دوم از این قضیه که اگر مافیا بود خود مافیا هم بهش رأی میدادن و بیشتر رأی می آورد. شماره 4 هم به همین دلیل که رأی زیادی میاره شهروند میبینم. علی ببین تو مشکوکی، بعد به من داری رأی میدی، تو متوجه میشی که من شهروندم یا حتی اصلا مافیای ذهنیت هم مشخص نیست، پراکنده است، من به هیچ کس رأی ندادم. ولی شماره 2 بدترین دفاعو کرده و به نظر من مشکوکه. ببین راجب تو اصلا صحبت نمیشه اما با رأی میای بالا. احساس میکنم یارات برای اینکه سفید بشی میخواستن این کارو انجام بدن. من شماره 2 رو رأی میدم بهش. ایرش تو صحبتت یا اشتباهی که مافیا دارن میان پشتش، خودت مافیایی. عزیز بیستید، شما به هم حق رأی دارید. رأی گیری مجدد برای مهران، رامین، اتابک، هر سه نفر سابقه دار. بفرمایید بشینید. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. 10 ثانیه فرصت مشورت. رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا بخوابن. دارگاه. کارگاه بخوابه. تک تیرانداز. تک تیرانداز بخوابه. پزشک دو حق انتخاب. پزشک بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 6 و 9. یه دکتر نداره. ماسکتون رو بزنید و پشت صحنه همراه باشین. تبریک به این شهر که عجب تکتیر اندازی داره. درست. یک دور صحبت میکنیم 25 ثانیه با چالش. از شماره 10 بفرمایید. آیه علی شما بعد بنده صحبت کنید. آیه ایرج کدوم یکی از این دو عزیز مافیا بودن؟ ایشون مافیا بودن؟ اون دوستی که باید شماره بگیره خودش الان انقدر میکوبتت که بیای بالا. انقدر میکوبت. این آقا فقط داشت به شهر کمک میکرد، بعد شما به این دوست عزیز میگی مافیا. خیلی جالبه. ببین همینطور اون آقا اگه داشت به شهر کمک میکرد حداقل مورد اتهام شهر که بود دیگه. پس مافیا نمیزنش، پس مافیا میذاره با رأی بدش بیرون. بچه‌ها ما سر نخو گرفتیم، درست هم گرفتیم، مذاکره کننده ندارم. خب یعنی انقدر که اون آقا حمایت میشه با مذاکره، معلوم بود اون آقا مافیاست و مافیای مهمتری است. سر نخو میگیریم، میریم جلو. به کی میرسیم؟ اتابک. بفرمایید. ایشون میدونه کجا سوخته؟
موقعی که من به ایشون میزنم، به چهار با عطابای کاری نداشت، با ایشون کار دارم من. بله. من به این سه نفر میزنم، این دوتا میان بالا، بعد این آقا نشسته نونو چیز ببخشه، نونو ماستشو میخوره. ایشون اونجا میسوزه که میاد پا میشه میگه آقای ایرج، پا میشه به دو طرفم میزنه، به دوتا سمت بازی هم میزنه. ایشون میدونه که من به یه شهروند میزدم و به یه مافیا. اگه فرضو بگیریم بفرمایید. اگه فرضو بگیریم ایشون مافیا بوده که تکتیر انداز زده، پس شماره 4 اینجا میشه شهروند، چون ایشون داره میگه ایرج به دو طرف داره میزنه. ایشون سوخت. ببین علی جان، شما داری میگی این آقا مافیای بازی دیگه، بعد اون نقش مهمه هم بود، مذاکره بود دیگه، چرا دیروز بهش رأی ندیم بره بیرون؟ چرا عطابکو بهش رأی دادیم بره بیرون؟ بعد این آقا مذاکره بازی دیگه، من دارم کاورش میکنم که بمونه، دفاع ازش میکنم که بمونه، این چرا رو دست من میاد حمایت بکنه راجع به این دو نفر؟ علی میخواد گل بگیره الان از این قضیه. تو مافیای بازی ایرج، تو داری اشتباه میکنی، تو شهروند بازی که مافیا داره پشت دستت بازی میکنه. الان من نمیفهمم روی این دو نفر اصلا رأی اومد بالا اگر مافیای قطعیتون بود که تکثیر انداز بالا میشه میزنه. بچه دقیقاً عطابک راست میگه، من مافیایی بازیم که یه مافیام رفته بیرون دیگه، پس خیلی قدرت ندارم. خب من امروز دارم میگم منی که یه مافیا فروختم، بیاین گول من رو بخورین، عطابک رو بندازیم بیرون. خب فردا عطابک شهرم بود، خیر من رو بگیریم بنداز. اصلا من صحبت نمی کنم دیگه، از همین در خودم میرم بیرون. خب من مافیام بچه ها یار فروختم، الان هم دارم میگم به احترام یاری که من فروختم بنداز شهرم بدیم بیرون. غیر از اینه شهرونده کی؟ عطابک. حالا میگم چرا بقیه نه، عطابک مهمتره. خب ببین تکتیر انداز بازی بلند شد گفت آقا را زدم. اصلا دیگه آقای همیرزا چی داری میگی تو؟ چی داری میگی آقا مافیا بوده؟ خب این باشه برای شما، امروز رای میدیم با آقای عطابک. ببین آقای علی که هم نمیزد در رو، آقا شما خودت قبول داری هم میزدی از شماره 9؟ حمایت میکردم. خب حمایت میکردی، هی میگفتی ایرج بره بیرون، شما دیروز داشتی به ایرج اتهام میزدی، امروز من رو به شما رای میدم. آقای رامین، من هنوز مافیا هم برای شما؟ خب این دوستان، کسی که بلند میشه وقتی برای همتون اون آقا مافیای بازی بوده، خب کسی که بلند میشه حرفو از روش هم میزنه، مافیا مهمتره. مافیاست دیگه، حمیدرضا مافیاست. حمیدرضا چجوری بلند میشه وقتی همه شهریمان دارن که شماره 9 مافیا بوده، بلند میشه میگه تیر تکتیر انداز ایشون بوده؟ این شما میگه از کجا مطمئنید؟ خب یه سری ها مطمئنن دیگه تو این بازی، متاسفانه مثل اینکه دارن با حرکات تو شب بازی میکنن. ببین حمیدرضا، من امروز به تو رأی میدم، به عطابک رأی میدم و به شماره 1. ایرج جان بفرمایید. عزیزم رامین، اینجایی که تو پامیشی میگیر پشت دست من میگی حمید رضا، من یه ذره میخوام دندقب بگیرم ازش، یه ذره دارم دندقب میگیرم ازش. تو دیروز روز معارفه منو مافیا میدونی، بعد سفید میشم، بعد الان داری پشت دست من بازی میکنی؟ بفرمایید. نمیتونم قبول کنم. هر کسی یک مافیای حدودی در حال حاضر داره، یعنی الان رامین میگه حمید رضا. آره حمید رضا مشکوکه، چون بلند شد یه مافیای دیگر رو داد، مشکوکه. ببین شماره 1 بلند شد دیروز از شماره، اینا مشکوکه. خب مشکوک هاتون رو بذارید فردا، در 24 که یاد داریم دیگه، الان سه تا مافیان درسته، یکیشون که رفته بیرون. عطابک رو بیاین بگیریم، میمونه یه مافیا، میشینیم گوشه 24 بازی میکنیم که کی رو بگیریم. اوکی. خب پس امروز اون گزینه فورس، گزینه با اهمیت ترتون رو باید بگیریم. با اهمیت ترتون کی؟ عطابک. بقیه مشکوکه. کی میگیریمشون؟ فردا. بفرمایید. ببین شماره 4 منو ول نکش. شماره 4 یارش رفت بیرون، اصلا کلا فروپاشی کرد ایشون. به نظر من ایشون مافیای بازیه. نکست. بعدی. دوستان من واقعا اذیت شدم. یک دونه چالش از سر صحبت به من نده. آقای حمیدرضا قطعا شهروند بازیه. شما چی علم غیب دارین؟ یه موج میسازین؟ آره همه فکر، اصلا شما براتون مهم نباشه که کی مافیا بود از اونایی که رفتن بیرون. چی همه میگین شما 9 مافیا بوده؟ شما 9 بنظرم شهروند بوده. ببین دیروز اون آقایی که به نظر من مافیا بوده، رأی 2 داده بود به ایشون، اما همراه کی؟ آقای عطابک، آقای رامین. حالا کدومشون داره تارگت کش میشه؟ آقای عطابک. مافیا کیه؟ آقای رامین. و شمایی که اینجور داری آقای عطابک رو میکوبی. بفرمایید. میریم سراغ رأی‌گیری. رأی‌گیری برای سجاد، مهران، علی، رامین، رامتین، عطابک، ایرج، حمید رضا. ببین شماره 10 تون که میدونست شماره 9 شهروند بازیه، میشه یک مافیای بازیتون. علی ببین داری اشتباه میکنی الان، احساس میکنم ما دوتا افتادیم به جون همدیگه، به خاطر اینکه ببین الان من این همه دارم رأی میارم، خب این همه دارم رأی میارم، من تو رو دارم شهروند بازی میذارم دور یک صحبتی که میتونستم مافیا بذارمت، خب اما این کارو نکردم، من دارم عقب نشینی میکنم وقتی که باید عقب نشینی بکنم. خب الان دارین اشتباه میکنین، فرق نمیکنه من برم بیرون یا نه، ها مافیاتون رو دارین ولی اشتباه دارین میکنین.
امروز به من رأی ندین. امروز به من رأی ندین. دارین اشتباه. متشکرم. بایستید لطفا. رأی گیری مجدد برای عطابک. سابقه دار. بفرمایید بشینید. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدارشن. 10 ثانیه فرصت. رئیس مافیا اعلام کنه قرار مذاکره اتفاق بیفته. اعلام کنید. گروه مافیا بخوابن. دست همه آقایون جلو به صورت مشت. دستی که لمس میشه با گروه مافیا بیدار خواهد شد. دستا پایین. کارگاه. بخوابه. تکتیر انداز. بخوابه. پزشک. دو حق انتخاب. پزشک بخوابه. خبرنگار. بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. یک دور صحبت میکنیم. 25 ثانیه با چالش از شماره 5 به اون سمت. بفرمایید. میگم رأی بدین آقا بره بیرون. شماره 2 قطعا شهروند، شماره 3 قطعا شهروند. چون با من رأی دادن آقا میگه بذار بمونم یه شب دیگه بمونم کارمون بکنم بعد برم بیرون. علنا گفت که میخوام کاری انجام بدم. امروز سردست. بفرمایید. خراب کردم آخرش. ببین آقای عطابک اگر شهروند بازی بود که الان بیرون نشسته بودش بازی نگاه میکرد. آقای عطابک مافیای بازیه. امروز میتونیم بهش رأی بدیم از بازی خارج بشه. شما میدونی که آقای عطابک شهروند نیست؟ پس چرا عدم تایید نشون میده؟ شماره 1 هم مشکوک. امروز رأی میدیم آقای عطابک. دوستان من از صحبتی که عطابک تو دفاعیش با علی کرد حتی فکر میکردم که میخواد بیاد با علی مذاکره کنه. حتی اگه دقت کرده باشید یه مدلی حرف زد که میتونم اینو بگم؟ صحبت یه مدلی حرف زد که یعنی آقا وایس کارت دارم یه چیز تو این مایا. خب حالا من نمیدونم این شهر به قول یکی از دوستان ما بازار گیجه. اصلا یه سری چیزا رو متوجه نمیشم. من الان به عطابک رأی میدم. بعد در ضمن دوستان مثلا اگه شهروند باشی ازت بیان پایین چی میشه؟ برو ول کن دی رها کن دوست من رها کن. ببین بچه‌ها عطابک توی صحبت‌هاش باز هم دفاعیه بود. یعنی هیچ حرف خاصی نبود. بعد اصلا اون رو بذارید کنار. بچه‌ها عطابک یک فراتناقض یک سوپر پارادوکس میگه بچه‌ها من شهروندم من برم بیرون اتفاقی نمیفته. خب برادر من برو بیرون دیگه ولم کن دایی جان. مگه نمیگه اتفاقی نمیفته بری بیرون. خب برو بیرون بزن ما حداقل یه شهروند بندازیم بیرون یکم بازی با استرس بیشتری اتفاق بیفته. غیر از این هستش. خیلی خب بچه‌ها دیگه امروز که مذاکره‌اش هم انجام داد دیگه حالا امروز بندازینش بیرون. ببین شماره 5 شما راجع به عطابک صحبت میکنی ولی بهش رأی نمیدی. سه تا رأیی که آورد یه دونه من بودم ایرج بود با شماره 3. شما راجع بهش صحبت میکنی که اگه رفت مافیا خون شما بشی سفید شهر. اجماع شهر آقای عطابک. یه نکته دیگه هم هست بچه‌ها. ببینید مذاکره کننده میتونه بذاره بعداً مذاکره کنه که این حربه رو بزنه شک رو تو تعداد کمتر تو ذهن شما بندازه. اگر تحت خیلی مشکوک نباشه میذاره راحت تو 4 نفر مذاکره میکنه و بگردین دنبال اون مذاکره شده. برای چی اینقدر عجله داشت واسه مذاکره کردن؟ نظر شما چیه که اینقدر آدمو تایید میدی؟ پس کی مذاکره کننده است؟ بفرمایید. بابا ولم کن. منم چالش بعد از من خود عطابک صحبت کنه. برادر من نقش این آقا وسط زمینه بعد از من عصبیش کردین. بفرمایید دوست عزیز. ببخشید دوست عزیز اولا که حرف علکی نزن.
این حرفو که زدی نکن، بنظرم شما مافیای بازی هستی. حالا نگاه کن. حالا کیبت رای نداد این دو تا دوست، ولی میشه یک روز اتابکو ول کنی یارشو پیدا کنی؟ نه، یک روز یارشو پیدا کن. نمیخوای پیدا کنی؟ خب میخوای ببازی. آقا این دو دوست فقط بیان توی دفاعیه. عزیز من، این آقا اگر نمیخواد پیدا بکنه به خاطر اینکه خودش مافیای بازی، از روز یک داره پشت هم به من رای میده. براش اصلا مهم نیست اتابک چیه. آقا من تک دفاع بالا هم. خب تک دفاع بالا هم. وقتی که رأی خروج به من نمیدن به خاطر اینه که مافیا میترسن شوشن روی من. نمایانشن بفرمایید. دوستان چالش نمیدن چون واقعا اصلا به بازی دقت نمیکنید. من واقعا از دور قبلی دستم خوش شد. اطلاعاتتون بابت شرخ بسیار زیاده. آیز علی پا میشه یه چیزی رو میندازه وسط، یه سناریویی رو میگه، بعد آقای اتابک رو بنده رأی میدم آقای علی، ولی چیزی که شما میگین از نظر بنده سناریوه. آقای رامتین من از روز اول دارم میگم دو رأی میاره، آقای ایرج تناقض خالص دو رأی میاره، این دو دوست پشت دست هم بازی میکنن. آقای علی بنده شما رو شر میدونم، به احترام شما به این آقا رأی میدم. یعنی چی وقتی مافیای قطعی داریم بریم سراغ یکی دیگه؟ نبازی مذاکره انجام شده. اگر بخوام مهره سوخته رو بفروشم فروختن دوست عزیز. بفرمایید. آقای شما چالش کی میخواد؟ شما اجازه بده به رامین بدم. شما زیاد گرفتی. آقای اتابک امروز فشار ما هول میدی میره بیرون، حتی به غلط. آقا ایشون دیگه اگه چی کارشو اگه میخواسته انجام داده دیگه، فرقی نمیکنه که. من متوجه صحبت شما میشم کاملا. دیگه فایده ای نداره که، من کاملا متوجه صحبت شما. بعد ایشون داره به ایشون اطلاق نقش میکنه، میخواد ایشونو از بازی اخراج کنه. شما چرا اصلاح میکنی اگه شهروند بازی؟ از خانم هم اصخایی میکنم بلند صحبت کردم. شما از من میایید پایین، ما از هم میایم پایین، میریم سراغ اتابک، اتابک رو میدیم بیرون. ببین مذاکره زمانی انجام میشه که مذاکره کننده تو خطر باشه. یعنی اگر اتابک مذاکره کننده باشه مجبور بود امشب مذاکره کنه، چون فردا دوباره به هر حال میدیم بیرون. من گردن میگیرم که مذاکره هم انجام نشده. مذاکره شکست خورده. دوستان گوش کنید، مذاکره شون هم شکست خورده. آیا اتابک خدا نگهدار بعدش میریم سراغ 5 یا 2؟ و پاس. بیا مالت. خواست؟ شل کرد. کیس مذاکره شما آقای رامی؟ ببین فعلا حواسم به دست. آقای مهران مگه شما شهروند بازی نیستی؟ شما اگه 3 رأی آوردی، اگه من رأی 4 رو بهت میدادم که حذف میشدی. متشکرم، بفرمایید. عجب. میریم سراغ رأی گیری. سجاد. مهران. علی. رامین، رامتین، اتابک، ایرج، حمید رضا. خب تو میگی به 4 و 5 رای میدی، چرا به علی رای میدی؟ چرا اینجوری خودتو شو میکنی؟ شماره 1 این شماره 1 و 7 فقط به افرای ندادن، یعنی خودشم به خوشنه. شماره 1 شماره 7 من میگم مذاکره انجام نشده. من میگم مذاکره انجام نشده. اگه هم شده بود بگردید برید دنبال ایشون. خب آقا ولش کن دیگه. آقا اتابک خدا نگهدار چه من در مورد من کی صحبت کرد به من رای دیگه. شما حتی چالش تو جرئت نمیکنی بدی به من. ای خجالت بکشید. آقا اتابک خدا نگهدار. بفرمایید. بیاین فرض بکنیم که من مافیا بازیم. این آقا من دارم بازی شهروندیش رو میبینم و ازش حمایت میکنم. آقای علی خان داره از روز 1 به بهانه حمایت از این آقا منو داره پوش میکنه، در صورتی که روز قبل داشته همین آقا رو هول میداده بیرون. درسته؟ شما مگه زن شماره 9 نبود؟ بعد دوباره زنت شد من دیگه. شما اون آقای شماره 1 رو میبینی اونجاست. آقای شماره 1 به من رأی نمیده، به شماره 5، به شماره 4 رأی میده، به شماره 3 رأی میده. بعد شما همچنان به من رأی میدی. خب بابا تو متشکرم. بیستید دو عزیز. شما به هم حق رأی ندارین. رأی گیری مجدد برای رامین، اتابک. به سوابقتون اضافه میشه. بفرمایید بشینید. با اعلام من، شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. 10 ثانیه فرصت مشورت. ایرج رو میتونی بزنی؟
رئیس مافیا اعلام کنه. کاراگاه. بخوابه. پزشک. دو حق انتخاب. پزشک بخوابه. خبرنگار. بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 1. سجاد خسته نباشی. سلامت باشی. ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. درخواست اعلام وضعیت. رای نمیاره. یک دور صحبت میکنیم 25 ثانیه با چالش از شماره 7 به اون سمت. بفرمایید. ببین رامین جان، ببین آقای شماره 5، چند لحظه به حرفای من خوب گوش بکنین. ببین این آقا توی نوبت صحبتش خودش میگه نقش اون آقا وسطه. خب خود این آقا میگه نقش اون آقا وسطه. بعد اون آقا داره از من حمایت میکنه. آقای علی رأی میده، به آقای ایرج رأی میده. بعد من تو دفاعی هم دارم میگم این داستانو، میگه نه. خسته شدم دیگه، میگم گوش کنین به حرف دیگه. ببین میدونی اون آقا چرا شما چالشم برای شما، میدونی چرا شما رو حمایت میکرد؟ کارگاه بود استلام منفی شما رو داشت. او سناریو چی؟ آره، کارگاه بود استلام منفی شما رو داشت. ایشونو می‌خواستی کیک کنی، فهمیدی شبم زدیش. اخراج کنی، فهمیدی شبم زدیش که استلام یارتو نگیره، که گفتش وایسین یه شب دیگه، حالا عطابک رو داریم وایسین یه شب دیگه. می‌خواست کیا به ایشون رأی دادم؟ من دادم، شماره 3 داد و یه نفر دیگه. ببین شما که رأی میدی، شما هم آره. ببین من با شما دوتام، شما هم رأی عطابکی. ببین عزیز من، چیکار باید بکنن که به عطابک رأی بدین؟ نه خب نکردم. ببین یه شب که مذاکره کرد، یه شب هم که تیر زد. ببین من که از این آقا پایین نمیام، این آقا هم از من دیگه. بالاخره ببین من مافیایم، بالاخره که باید اونو بگیری به من برسی عزیز من. خب بابا به من رأی بدین اون بره بیرون، خب این که منطقی نیست. آقا من مافیامو فروختم، من رئیس مافیام فروختم. پس به حرف من گوش کنین تا بین ما دو تا معلوم بشه دیگه. آقا غیر از اینه بی خیال دیگه بابا، رأی بده مرد حسابی. سعی میکنم آیا عطابک صحبت کنه. علی هنوز داره میگه من مافیامو فروختم. این آدم سناریو چیده واسه حذف من. مگه اون آقا کارگاهی نبود که اسلام رئیسو گرفته بود؟ من مریضم، شب بزنمش وقت داره پشت دست من بازی میکنه. آیه رامتین، آیه علی، شما حواستون به رأی تأخیری آیه رامتین بود؟ بعدن من میگم آقا عطابک باشه، رأی میدیم. دوست عزیز ما میتونیم دو مافیا رو بیاریم. مگه اون آقا، شما اصلا فقط روبروتو نگاه کن، اون آقا مگه کارگاه نبود؟ استلام بعدیش کی بود آیه ایرج؟ خیلی جالب، اصلا آیه ایرج واقعا گوشاشو گرفته، هیچی هم نمیشنوه. قیافتم قشنگه. بفرمایید. ای دوستان، سه تا مافیای بازی شماره 10، شماره 7 و شماره 5، اگر اون اتفاق دیگه نمیتونی قانعش کنی به شای بده، دیگه نمیتونی. چی کار کردید؟ یه شهروند آوردید با مافیا، حق رأی هم از من گرفتید که این بمونه تو بازی. خب دیگه از این شوتر، از این نمایانتر میتونه مافیا باشه؟ بفرمایید. چالشمو دادم. من نکست میدم اصلا امروز. بعدی حسن حاجی رای بده نکستم میدی. ممنون بابا. من هر بازی بعد پدرم در بیاد میخوام مذاکره کننده رو بندازم بیرون. بابا هر دیگه بابا چقدر من دلیل بیارم قرار بر رای دادنه؟ ببین رفع ابهام شما، میخوای دوتا مافیا بیاری بالا، خب اون یه مافیا تنها بیار بالا، اون یکی مافیا مجبور شه بهش رای بده. یعنی اگر ببین خب از تک میاریمش بالا دیگه. شما قانع شدی که بعد یه دونه بیاریم بالا؟ خب پس این از شما که رای میدی. ببین شما اصلا در جا صحبت تنها یک نفر رای. بفرمایید. دوستان حتی اگر ایشون کاراگاه بازی بود، قربانی بازی بد خودش شد. من اگه مافیا بودم نگهش می‌داشتم. بلند شده داره بین من و عطابک به من رأی میده.
آیا اتوبک خب معلوم شدی دیگه، الان اون دوتای دیگه هم نمیتونیم پیدا کنیم. شما برو، من قول میدم دوتا دیگه هم نمیتونیم پیدا کنیم. خب برو دیگه. ای آقای اتوبک رو بدید بیرون، یک بار پشت دست بازی کنید. به خدا پشت دست بازی کردن کار بدی نیست. اگر یک نفر یه چیزی میفهمه باید درست باش بازی کنیم. یه اجماع شهروندی بابا. آقای رامین خان زشته، شما داری فریب شماره 3 رو میخوری. من اصلا یه سوال دارم از شما. ببین اولا که شماره 3 هنوز داره میگه این آقا مافیای بازی بود، از روز یک داره منو به جرم حمایت از این میگیره، اینو داره به جرم حمایت از من میگیره. چیکار داری میکنی؟ ببین اصلا ایراد شما رو نمیفهمم. شما دو نفر اصلا من گیت شدم، شما دو نفر دیروز بلند شدین میگین آقا مذاکره کننده است، و الان که میگین آقا کارگاهه میگین آقا گادفادر. نمیشه که، نمیشه که آقای ایراد آقا فکر کنم مذاکره شده. رئیس مافیا با شما منو با آقای عطابک میکنید توی تیم. خب اگه آقای عطابک مافیا، من که میدونم مافیا نیستم، پس آقا میتونه مافیا نباشه. گیت شدم، من فکر کنم خیلی بد بازی کردم. یه روز صحبت خارج از نوبت نباشه، میریم سراغ رأی‌گیری برای مهران. علی، رامین، رامتین، عطابک، ایرج، حمید رضا. صحبت مسخره شو در آوردید. آقا مگه میشه دو نفر با هم تو چالش اند؟ تو این چی میشه؟ چالش. تو چالشن با هم دیگه. بعد من میام بالا. آقا اگرم مافیا بودی به بازی خوبت باختم من. به عطابک رای میدم. عطابک. رامین جان اشتباه نکن شما اول بازی. ببین آقای علی مافیاست، آقای ایرجی که اینجا نشسته یارشه. تو یه صحبت فهمیدی از صحبتایی که ایرج داره میکنه؟ بابا اول میاد واسه اون نقش کنار میذاره، بعد رو همون نقشی که اون کنار گذاشته میخواد منو بگیره، بعد علی داره به خاطر مذاکره بودن این منو میندازه بیرون، بعد میگه من مذاکرم، بعد میگه من رئیس مافیام. بابا چتونه؟ بفرمایید. رامین اگه مذاکره شدی که داری نفر بعد، اگه نشدی جونت نفر بعد. این چه جای سفتی زدم آقای رامتین؟ ایشون داشت به شما رأی میداد. گوش میکنه چی میگم؟ ایشون اگه یارتن باشه داشت به شما رأی میداد، تلاش میکرد شما رو بیاره، شما رو هول بده بیرون. خودش تو بازی دیدی که داشت رأی میداد یا ندیدی؟ اونم صحبت نمید. خوب شد من و رامین با هم اومدیم تو دفاع، میتونیم به آقای عطابک رأی بدیم، آقای عطابک رو بفرستیم بیرون. فردا اگه خون شهر من میرم بیرون. سه نفر بیستید. رأی‌گیری مجدد برای رامین، عطابک، ایرج. رامین بشین، ایرج بشین، به سوابقتون اضافه شد. عطابک کلام آخر. بشین آقا، بفرمایید بشینید. عطابک ماسکت رو بزن و پشت صحنه همراه باش. من تلاشمو کردم. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. 10 ثانیه فرصت. گروه مافیا بخوابن. کارگاه بخوابه.
تکتیر انداز بخوابه. پزشک یک حق انتخاب. پزشک بخوابه. خبرنگار بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 3. علی خسته نباشی. متشکرم. ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. بفرمایید. خب دیگه خدا رو شکر حداقل انداختن بیرون، ولی خب این اتفاق فکر میکنم بعد دو روز پیش اتفاق میافتاد. ولی باز هم دم این شهرگم و خسته نباشم. مافیای آخر رو نمیدونم. شما وقتی ذهن اینقدر درگیره اصلا به مافیای بعدی، من بعد توی صحبت ها بعدی رو در میآوردم که خب من رو زدم. این شهر امید داره. یاشار و عطاوک مافیا بودن هیچی. مافیای سوم ببینم سر مذاکره شک دارم. یعنی من رامین رو میتونم مثلا خودش رو زده به گیجی، فکر میکنم میتونه مافیا باشه، ولی رای داد نه نمیدونم. شما مافیا آخر گفتی شماره چند؟ نمیدونم. مافیا آخر شماره 10، مافیا اول شماره 6. مافیا اول شماره 6. شماره 6 خوبه. من دوتا رو زحمتمون رو کشیدم. دم شما گرم. درخواست اعلام وضعیت. رای میاره. 5 نفر رو از دست دادیم. 3 شهروند، 2 مافیا. درست. یک دور صحبت میکنیم. 25 ثانیه با چالش از شماره 2 بفرمایید. چالش از شماره 8. دوست من، مگه قرار نبود آیا عطابک رو بدیم بیرون بعد و شما؟ مگه قرار نبود آیا عطابک رو بدیم بیرون بعد تکلیف من مشخص بشه؟ درسته یا نه؟ شما داشتی مینداخت رو آقای رامتین؟ آقای رامتین هم شهر کردی واسه من؟ مگه قرار نبود؟ درست رای داد با شما؟ مگه قرار نبود با آقای عطابک بدیم بیرون؟ بعد اگه خوند شهر من تک رای برم بیرون. بفرمایید نفر بعد. رامتین دیگه الان دیگه خداحافظ رامتین دیگه، چون تنها کسی که عطابک رو کاور میکرد رامتین. حمایت میکرد رامتین بود. تک رای آقای رامتین. من چالش بده حمید رضا. آیه ایرج، یا شما میخوای متوجه نشی یا زور میزنی که متوجه نشی. بنده گفتم آیه علی، بنده پشت دست شما بازی میکنم. آیه عطابک رو مافیا دارم که نیایم به این روز برسیم. ترنمه. خب نوبتت نبود، نوبت من بود. چالش من اگه دوتا باشن، این دوتا اگر یه دونه باشه حمید رضا خیلی مشکوک تره دیگه. همون که تیر اسنایپر رو داشتی عوض می‌کردی واسش، ببخشید عذر می‌خوام، تیر تک تیر انداز رو داشتی عوض می‌کردی که ذهن ما رو بپیچونی. این اتفاقا بازی قبلیه خودت تو ذهنت مونده. خب حالا کاری ندارم. ببین دوست عزیز، دیروز چرا به من رأی دادی؟ آها خب با لایک و دیسلایک بگو، با تایید و عدم تایید بگو چرا به من رأی دادی. نمیتونی بگی که چون با حرف بزنی. آقای حمید رضا و آقای این، اگر مذاکره شده باشه هر دو، اگر نشده باشه حمید رضا بفرمایید. ای من نمیخوام ذهنتون رو به هم بریزم، آقای رامی به بنده زدین. سناریویی داریم که آقای عطابک میاد بالا، هول داده میشه بیرون و یار خودشون زده میشه. آقای رامی این قضیه ها واسه ما قدیمی شده. بفرمایید. خب یعنی شما میگی که علی مافیای بازی بود؟ آره. آقای رامی شهرمنده بازی هستی. موقع منو داغون کردید. امروز رای میدیم به حمید رضا از بازی خارج بشه. آفرین. بفرمایید. رای میدیم ایشون میره بیرون، از ما 3 نفر یکیمون شات یکیمون از بازی خارج میشیم احتمالاً فردا شب. بعد با ایرامتین دست چی نمیدیم. ولی امروز رای میدیم به ایشون دیگه. درست ایرامتین؟ متشکرم. این دوست من، اگر من مافیا باشم آره اون اتفاق میفته، شهروند بدم بیرون یارای خودم بزنم. خب ولی من متاسفانه نیستم حمید رضا. مگه اینکه تو هم این کارا بکنی که امروز بد رای میدم، من حوصله ندارم دیگه بیشتر از این مغزم بپیچه. حمید رضا برو، تو رو خدا برو.
دوستم من ذهنم مریضه، فقط یه سناریو رو گفتم، یک مافیا در بازی مونده، پس باید تمام حالات ممکنه رو در نظر بگیرید، درسته؟ خب شما دوست عزیز الان داری چپ چپ بنده رو نگاه میکنی، مگه یک روز نگفتی من گردن میگیرم مذاکره انجام نشده، روز بعدش گفتی دوست مذاکره انجام شده و دو مافیا مونده. شما به این دلایل دقت نمیکنید، بعد شما هم که از اول فقط دست کردی تو گوشت، فقط داری میگی فلانی فلانی، بعد اون سناریویی که در شب و روز چیدی همه وسط، شر فقط منو داره. خب میدونی چیه؟ مثلا داستانت اینه، میگی که من مثلا 25 روز بازی یاد گرفتم، از بازی تلویزیون بازی یاد گرفتم، بعد خودم میام میگم آقا مذاکرمون انجام نشده، خب مثلا به شهر من دارم کمک میدم، میگم مذاکرمون انجام نشد. خب خیلی واضحه دیگه، مذاکره انجام نشده به احتمال، چون شما یار نداشتید کمکتون. بفرمایید، رای گیری میکنیم. مهران، رامین، رامتین، ایرج، حمید رضا، ببین آیه رامین اطلاع داره، اول میگه مذاکره انجام شده، مذاکره انجام نشده، مذاکره انجام شده، مذاکره انجام نشده. اوکیه، من عذرخواهی میکنم، دارم دفاع میکنم، ایشون دستشو داره میاره بالا. ببین ایشون حتی واسه ما حتی یه ادایی در میاره که من دارم میرم بیرونا، من دارم میرم، ببین من فدای شهر من میرم، ولی اگر مذاکره انجام شده بود از کجا میخواید پیدا کنید؟ من فدای شهر من میرم بیرون. آقای ایرج فقط دست تو گوش، پشت دست آقای علی بازی کرد، پشت دست آقای رامین بازی کرد، آقای ایرج رو گذاشتید کنار. آقای ایرج میدونست ایشون تیر اسنایپر شده، بنده هیچ اطلاعی نداشتم. متشکرم. رای گیری مجدد برای حمید رضا. حمید رضا کلام آخر. تبریک واقعا، و فکر میکنم این برد شهروند مدیون نشنیدن آقای ایرجه. متشکرم حمید رضا، شهر ما پیروز شد. ماسکاتونو بزنید دوستان، پشت صحنه تشریف بیارید، خسته نباشید دوستان. من دارم تنها شهر رو در میارم، رأی خروج به من میده. رأی خروج کی؟ تو 4 روز بعد داری میگی عطابک جان؟ من دارم میگم ببین تو شاتل شبت که دقت نکردی، سناریوی تو رو که من درک نکردم، میگم 4 مذاکره گوش نکردی، میگم فعلا یکو نزن، یک داره با ما بازی میکنه گوش نکردی، بعد انتظار داری من با سناریو تو هم بازی کنم؟ خب نمیشه که. آیه یاشار، اگه اون شب آیه آروینو نمیزن، من فرداش با استلام وضعیت میرفتم بالا درخت و قطعا شهر بازی رو میباخت. تکتیک انداز بازی تو شب یک بازی این خطر رو پذیرفت و تیرش رو شلیک کرد و تیرش رو هم درست زد. از همونجا تعدادی از شهروندا با استدلال غلط به نتیجه درست رسیدن، یعنی شماره 9 رو گرفتن مافیای بازی. چون بازی مقدار هم خورده بود توسط مافیا، دیگه از اونجا مافیاهای بازی شروع کردن به اتهام خوردن. یه ذره فکر کنم علت اصلی شاید باخت تیم مافیا عدم همکاری تیمی بود، یعنی توی شب فرصت که داشتن تیرها مشورت نمیشد، حتی برای مذاکره هم درست صورت نگرفت. سناریوشون هم سناریوی بود که شماره 9 رو وقتی شلیک کنن بگن شهروند، چون شهر پیچیده اتهام ها بره سمت دیگه، ولی از بعد روزگار شماره 9 تکتیر اندازی بود که درست زد و سناریویی که دوخته بودن گریبان خودشون گرفت. ما مسئول رفتارهای خودمون و تاثیر رفتارهای خودمون رو دیگران هست. خواهش میکنم وقتی که صحبت میکنیم با عملکردمون یکی باشه، تناقض نداشته باشه، سعی کنیم بهترین تصمیم ما رو بگیریم و بهترین کلام و جملات رو استفاده کنیم که بار منفی و مثبت داره و تاثیر میذاره روی روند بازی بقیه و زندگی بقیه، چون بازی مافیا بازی زندگی. بازی جذابی رو دیدیم، در مورد شرایط بازی بچه‌ها صحبت کردن، من میخوام در مورد سخت کوشی صحبت کنم. بازیکن شماره 8 برای انتخاب، برای مرحله انتخابی که اومده بود، داورش من سینا بودیم. فکر میکنم که بازی رو فقط چند بار از تلویزیون دیده بود و تازه شروع کرده بود که یاد بگیره. ما پتانسیلش رو دیدیم ازش، چون پتانسیل داشت ازش خواهش کردیم که تمرین کنه، با تمرین بیاد مسابقه، که مراحل ترقی رو به شدت طی کرد و امروز حالا نمرش یکم کمتر بود، ولی من به صورت نمادین بهش سرد دادم. میخوام بگم که سخت کوشی توی چند ماه چقدر میتونه که مراتب
پیشرفت رو طی کنه یه آدم، اگه تو جای جای زندگیمون سعی کنیم که سخت گوش باشیم، فعل خواستن رو صرف کنیم و قوی باشیم، شاید بتونیم که به قله های بالاتری دست پیدا کنیم. موفق باشیم. شهروندا پیروز شدن به واسطه اینکه به فرایند نگاه میکردن، نه به نتیجه، برعکس گروه مافیا. ما عادت داریم انگار که به نتیجه نگاه بکنیم و به فرایند رسیدن به این نتیجه توجهی نداشته باشیم. بر فرض مثال وقتی که یک میوه رو تو دستمون میگیریم، میگیم چه میوه شیرین و آبداری هستش، در صورتی که پروسه کاشت، داشت و برداشتش توجهی نداریم. شهروندای ما نقش فعالی رو امشب ایفا کردن، مرتب برایندها رو برای خودشون چک میکردن و نتیجهش برد شهرمون شد. چیزی نمونده بود که خودرایی بعضی از شهروندا کار دستشون بده، اما خوشبختانه حلقه اتحاد شهروندی به موقع و به درستی شکل گرفت و پیروزی رو برای شهر به ارمغان آورد. بدرود.